أما بعد، قال الله عز وجل في القرآن الكريم: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الله سبحانه وتعالى بخاطر هداية بدين مبينش سپاس گزارم و الله سبحانه و تعالی توفیق شکر عملی را خواهان هستیم که به همه من و شما توفیق قدر شناسی و شکر گزاری از نعمت های خودشه، بخصوص از نعمت هدایت به دین مبین اسلام را نصیب بکند. ظاهرا من و شما در سر حضیره قرار داریم که برادران و خواهران من و شما در اینجا دفن است، غافل از این که مسیر خود ما هم اینجا هست. اگر انسان ها این روز در نظر داشته باشه، هیچ درسی بالاتر از درس مردن برای انسان ها نیست. اگر کسی در جنازه برادر مسلمان شرکت میکنه و از این درس و پند و عبرت نمیگیرد، دیگه درسی بالاتر از این برای از این انسان وجود ندارد. اسید ابن حضیر رضی الله عنه میفرماید، میگه من اگر در سه زمان وفات بکنم، میگه من مطمئن هستم که من بهشتی هستم، چون حالاتم دیگرگون میشد، سکینه و اطمینان و آرامش قلبی در قلبم پیدا میشد. یکی او زمانی هست میگه که رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم خطبه بگوید و ما نشسته باشم، حالات قلبم دیگرگون میشد، کیفیت وجودم دیگرگون میشد و حالتی به ما دست میده که از چنان سکینه و اطمینان و آرامشی میگه من برخوردار میشم که اگر ما در او حالت بمیرم، ما بهشتی هستم. دومین میگه هر زمانی که میگه من قرآن را باز میکنم و تلاوت میکنم، با تلاوت قرآن کریم چنان حالتی به ما پیدا میشه که چنان سکینه و اطمینان و آرامشی بر ما پیدا میشه که اگر ما در او وقت وفات بکنم، مطمئن هستم اهل بهشت هستم. و سوم، زمانی که میگه من در جنازه روان باشم، پشت سر جنازه روان باشم یا در هدیره برم بر بالای جنازه که او را دفن میکنن در اونجا قرار داشته باشم، کیفیت و حالت قلبم میگه چنان دیگرگون میشه که من اگر در او حالت بمیرم، من مطمئن هستم اهل بهشت هستم. این چنان درس بزرگی هست برای هر انسانی که صاحب عقل باشد و این را درک بکنه که یک روز مسیر من و شما هم به اینجا هست، با پول و ثروت و پست و مقام و چوکی و دکتر و حراس و نگهبان، تغییری در زمان مرگ من و تو نمی آید. اینما تکون یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده. وقتی که این آیت در قلب مسلمان سکینه و اطمینان و آرامش را برای ای که زمان مرگ را الله تعیین میکند، زمان مرگ انسان در تعیینش انسان ها نقشی ندارد. ایگه باید در قلب مسلمان پایین شود که زمان مرگ در بالا تنظیم شدد. ای سخن سخن الله است: اینما تکون یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده. پس انسان مسلمان بایی آیه چنان سکینه بر قلبش نازل میشد که اگر کل دنیا بخواهد یک ثانیه از عمر تو را کم بکند، این توانایی را ندارد. و اگر کل دنیا حراس و نگهبانی شود برای تو، یک ثانیه از عمر تو را زیاد کرده نمیتوند. ولی برای این روز آمادگی دکار است. چرا ما از مرگ میترسیم؟ چرا ما از قبر میترسیم؟ چرا ما پیام قبر را متوجه نیستیم که هر روز این قبر صدا میکند: انا بیت الوحده، من خانه تنهایی هستم. حال تمام من و شما برادر خود که اینجا دفن کردیم ترکش میکنیم، میریم دنبال کار خود.
ولی با اون عقیده و عملش در اینجا میماند، یا قبرش باغ از باغچه های بهشت میشه که ما دعا را براش میکنیم که الله سبحانه و تعالی قبرش باغچه از باغچه های بهشت بسازد. من و شما ظاهر این قبر میبینیم که کوپه از خاک هست، ولی درونش قسم نیست، درونش یا باغی از باغچه های بهشت و یا کند از کنده های جهنم هست. پس هر انسان مسلمان باید را متوجه باشه و این صدای قبر درک بکند و این صدا را بشنود، در دنیا بشنود و برایش آمادگی بگیرد که این صدا میکنه: انا بیت الوحده، من خانه تنهایی هستم، انا بیت الدود، من خانه کرمه ها هستم. پس انسان مسلمان اگر این را درک کرد که اینجا خانه تنهایی است، اینجا خانه ظلمت است، اینجا خانه کرمه هاست، برای چه چیزی دکار است که قبر تو را چنان باغی از باغچه های بهشت بسازد که انسان در بودن دنیای خودش به تنگ باشد، وقتی که در اینجا برد احساس آرامش، احساس سکون بکند. از احمد ابن حنبل رحمه الله پرسان کردند، گفت انسان ها چی وقت آرام میشد؟ گفت زمانی که پایت در بهشت داخل کردی سکون و اطمینان و آرامش نصیبت میشد. من و شما را تا قیامت معطل نمیکند، امی که در قبرت مان قیامتت برپاست. قیامت انسان از این قبر شروع میشد، خوشبختی و بدبختی انسان از قبر شروع میشد. پس چه چیز انسان را خوشبخت میسازد و چه چیز قبر تو را باغچه از باغچه های بهشت میسازد؟ ایمان راستینی به الله، محبت صادقانه به الله، عمل به سنت های پیامبر صلی الله علیه و سلم، پابند بودن به شریعت اسلام، دل نبستن به دنیا، این قبر تو را باغچه از باغچه های بهشت میسازد. حالا یک نگاهی به قلب خود بندازیم، در قلب من و تو چه جایی دارد؟ قلب من و تو چی قلبی هست؟ آیا محبت الله سبحانه و تعالی در قلب موج میزند؟ اگر محبت الله سبحانه و تعالی در قلب انسان موج میزند، قبرش میشه باغچه از باغچه های بهشت. چرا ما از قبر میترسیم؟ چون پرونده ما خراب است، چون دوسیه های ما خراب است. نیازی به خیلی سخنرانی نیست در سر هدیره ها و در سر قبرها. ما درس بزرگترین درسی را از مردن میگیریم. الله سبحانه و تعالی به همه من و شما فهمی درست اسلام را و زندگی مطابق دستور اسلام را نصیب بکند و در قلب های ما الله سبحانه و تعالی محبت خودش را پایین بکند. این را باید از الله بخوایم، با تلاش، با زحمت، با مبارزه، با مجاهده، با استقامت، با این چیزها و همچنان با خواستن صادقان از الله سبحانه و تعالی سکینه و اطمینان قلبی در قلب من و شما پایین میشد. الله سبحانه و تعالی به همه من و شما توفیق عمل نصیب بکند. الله سبحانه و تعالی همه من و شما را در دین خودش استقامت نصیب بکند. اللهم اغفر لحینا و میتنا و شاهدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا. اللهم من احییته منا فاحیه علی الاسلام و من توفیته منا فتوفه علی الایمان. إنا لله وإنا إليه راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. برادران السلام. الله تعالى بعد صدام حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في كف جنازة ميقنا برش الله مقال يقفلات وانتظيك ويقل مقر بالاي قبر من الله مطال برش دو قيرات که به اندازه کوی و خود است بر ما و شما الله نصیب بکنند. دوستای عزیز، در قبر وقتی که انسان مانده میشه، ملکه منکر و نکیر میایند، سه سوال میکنند: من رب و که و من نبی و که و ما دین و که. اینجا من رب و که، رب تو کی هست؟ رب خلق کننده تو کی هست؟ را کی خلق کرده بود؟ روزی دهنده تو کی هست؟ بسیاری کسا روزی دهنده خود الله را قرار نمیده، باز اینجا جواب گفته نمیتونه. شفا دهنده تو کی هست؟ بعض کسا به یقیده نداره که قرآن، در آیات قرآن شفا هست، پیش فلانی شخص برو او تو را شفا میده، بازه اینجا جوابا گفته نمیتانه. تعیین کننده ارزش ها، قوانین بر تو کی هست؟ بسیاری کسا تعیین کننده قانون اروپا و امریکا را میدانه، اینجا باز سوال جواب گفته نمیتانه. اینجا سوال کسی جواب میتانه بو بیا که عقیده داشته باشه که ربش الله هست، خلق کننده ایش الله هست، روزی دهنده ایش الله هست، تعیین کننده قوانین حق و باطل الله برش تعیین میکنه.
کسی که عقیده داشته باشه که وقتی اذا مرد تو ابراهیم علیه السلام واره که میگفت مکه مریض شوم فهو یشفین الله مرا شفا میده. باز اینجا میتانه دل تکویسی چه بیا سواب وارکی ملائکه لیده نپختنه کهی چه رب دی چوکو خلقوننده چوکو تا تا چوک شفا در کهو روزی تا تا چوک در کهو دیتا توم داد رب ما ناده و من نبیو که دیتا پیغمبر چوکو آیا دی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم پا طریقه دی جوان کهو آیا پا جواندانه که دی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم پا طریقه دی جوان کهو کلا چه کم دوست دی وفات سو در رسول الله صلی الله علیه و سلم به طریقه دی جنازه دی وکه در رسول الله صلی الله علیه و سلم به طریقه دی مراسم تاونی و که چیرې د انسان کړی نو حقیقتا د رسول الله صلی الله علیه و سلم امت ده. او که چیرې دا کار نه کړی بیا د رسول الله صلی الله علیه و سلم امت دلته بیا ځواب نشي ورکوی. په همدې علت ورونو د موږ ټول ژوند د الله په طریقه د الله په حکم او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه ده. موږ جنازه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه وکړه. موږ فاتحه نه لرو. تعزیت د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه ده. تعزیت دا ده چې همدغه ورونه چې قبر ته راغلي دي دا موږ ته تعزیت سو. او زه په کور کې یم او د ما دوستان هم په کور کې دي. زه تعزیت دپاره په کور کې کښېنم. په جوماتو کې او دا سیستمونه چې اوس فعلا دي دا مسنونه طریقه نه ده. د موږ رهبر رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. که څوک موږ ملامتوي اهلا وسهلا. موږ په هره لحظه کې مرګ ته آماده یو او هر لحظه د موږ زندانو ته تللی یو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې دپاره چې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم امت یو او قبر ته به هم ځو خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه ځو او د هیڅ لا یخافون فی الله لومة لائم د الله په لاره کې د هیڅ ملامت کوونکي له ملامتۍ نه موږ نه یېرېږو. دا د مسلمان صفت ده. ډېرو اصحابو په شپه کې په دغه شپه کې دوی دفن سوي دي ډېر اصحاب د رسول الله صلی الله علیه وسلم. افغانستان کې قانون ده تر سبا پورې ساته شپه ورباندې تیر که بیا خلک راسي. موږ تکلف نه لرو ځکه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم اصحاب تکلف نه درلوده. زه دوام دریم خیرات نه لرم ځکه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم اصحاب دوام او دریم ورځ خیرات نه و کړی. موږ شو جمعګي او څلوېښتي نه لرو ولی ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او د هغه اصحاب نو کړی. که څوک په موږ باندې انتقاد کوي موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه ژوند کوو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه هم ژوند کړی او استقامت له الله نه غواړو. دام لاره ده. ډېر خلک دا وایي چې خلک څه وایي که د خلکو دپاره یو عمل کوي دا هم شرک ده ریا ده او که د خلکو دپاره یو سنت ترکوي دا هم شرک و ریا ده. که شرک اکبر نه شرک اصغر ده یعنی ډېر ستر ګناه ده. موږ انشاءالله د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه ژوند کړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه به مرو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه خپل جنازه خاورې ته سپارو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه دغه رواجونه او دودونه نه کوو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه تعزیت منو خو دا مجلسونه او دا خیراتونه او دا ریاکاري موږ نه کوو. دا چې پیسې نه لرو موږ الحمدلله اقتصادي لندگان هم ښه یو. د ما ورورونه ښه مالداران دي. هر یو ته چې زه ووایم کوی سي چې ډېر مصرف وکړي. عثمان ابن عفان رضی الله عنه ډېر پیسه دار سړی و. عبدالرحمن ابن عوف خو کله چې ابوبکر صدیق دوی ټول رجال الاعمال و ټول بزنسمن و خو کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات سو هیڅ یو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دوام او دریم او شاو جمعګي او څلوېښتي کې خیراتونه نه دي کړی. دا د موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم او اصحابو طریقه ده. موږ په همدغه طریقه ژوند کوو په همدغه طریقه مرو. الله پاک د موږ او تاسو دغه ایمان دغه اسلام او دغه
استقامت قبول کی الله متعال من گو تاسو داس هدایت را کړی چې په دې قبر کې کوم شپه چيو دا قبر د موږ لپاره راناسي الله مغفرهما كما ربياني صغيرا الله بلا الله متعال ما بلا وبخي لما شو توب نه په ما باندې ډیر زحمت استلای خپل به په ډیر سختی کې ژوند کو خو ما ته په ویل چې زویا ته به درس وایې ته به د اسلام د لپاره خدمتګار سي ته به یو دایی سي هر کار چې زه کوم دا د همدغه پلار د بیچارهګۍ او عاجزۍ ثمره ده الله متعال دی الله مغفره وارحمه وتجاوز السيئات اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيا على الإسلام ومن توفيته منا فتوفوا على الإيمان اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبره حفرة من حفر النيران اللهم اغفر لنا جميعا اللهم اغفر لموتانا ولموتى المسلمين اللهم ارحمنا يا رب العالمين اللهم اجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.